پس از آن که شماری از نهادهای ناظر حکومت را در بازداشت کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که به آزار و اذیت جنسی دختران فوتبال باز متهم است ناتوان گفتند، اکنون رئیس جمهور در این باره واکنش نشان می‌دهد. بنشیر زمین است مدافعین آزادی افغانستان، یک دره است که در حقیقت بالاترین ارزش های این کشور را با خود دارد. مردم مانند کرام نمیداند که محافظت همچون مردم با شجاع را داشته باشد. مردم باید اونا را بکشد و بگذارد که مورد تعقیب عدلی قرار بگیرد، تعهد خود را در قبال حاکمیت قانون نشان بدهم. اما روشن نیست که این خواست رئیس جمهور چه زمانی عملی خواهد شد، زیرا او 9 ماه پیش از وزارت امور داخله خواست تا زمرای پیکان رئیس پیشین پلیس امن و نظم عامه را هر چه زودتر بازداشت کند، دستوری که تا کنون عملی نشده است. دستگیری از این افراد جناب وزیر صاحب داخله امر است برتان، به زودترین فرصت باید عملی شود. دادگاه نیز حدود 3 سال پیش زمرای پیکان را به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری و دست داشتن در قتل یک افسر پلیس به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. ما متعهد هستیم که قانون را سر اهداف دستگیری که به اساس قانون بر ما محول می‌شود تطبیق بکنیم. نهادهای ناظر وزارت امور داخله را در بازداشت مقامهای بلندپایه آغشته به فساد ناکام می‌دانند و حاکمیت قانون را زیر پرسش می‌برند. سالهاست که نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی از تطبیق قانون بر افراد با نفوذ و زورمند ابا می‌ورزند. این وضعیت تحکیم قانون و مبارزه با فساد در کشور را عملاً فلج کرده است. مفسدین و مجرمین دست بالا به نهادهای عدلی و قضایی دارند و در موضوعات بسیار مهمی که در افغانستان باید قانونی و امرایشان برخورد شود، ولی متاسفانه سیاسی و سلیقه‌ای برخورد میشه. اما کرام‌الدین کریم و زمرای پیکان تنها کسانی نیستند که با وجود صدور حکم بازداشت آنان تا کنون از سوی وزارت امور داخله بازداشت نشدند. پیش از این سیگر از اجرایی نشدن 6500 حکم بازداشت از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان انتقاد کرده است.